سرخط خبرها و مهمترین ها، بازرسی های خانه به خانه در جوزجان، طالبان ساحات ازبکنشین را بازرسی می کنند. تجلیل از نهم سنبله در میدان هوایی بگرام، طالبان خانه های مردم را سنگر ساختند. طالبان مواد غذایی کمک شده به باشندگان پکتیکا را مفروشند و همچنان در پایان خبری که مو را در بدن سیخ می کند. سلام دوستان، به مجمع خبری کانال ما خوش آمدید. مشروع خبرها. منابع محلی در جوزجان میگویند که طالبان بازرسی خانه به خانه را در این ولایت آغاز کردند. منابع محلی به روزنامه 8 صبح میگویند که استخبارات طالبان در جوزجان بیشتر ساعات ازبکنشین را بازرسی میکنند. به گفته منابع محلی، صدها جنگجوی طالب ساعت 4 بامداد روز دوشنبه 7 سنبله، زمانی که مردم در خواب بودند، در روساهای یکباخ، عربخانه و دیگر بخشای جوزجان وارد خانه های مردم شده و دست به بازرسی زدند. منابع میگویند که طالبان حتی گوشی های مردم را بررسی کردند. با آنکه طالبان هدف از بازرسی خانه به خانه در جوزجان را تامین امنیت بیان کردند، اما منابع میگویند که طالبان به دنبال فرماندهان جنبش ملی اسلامی هستند. بازرسی های خانه به خانه از 3 روز گذشته به این سو در ولایت های بلخ، کندوز، سمنگان و بخشهایی از کابل نیز آغاز شده است. تجلیل از نهم سنبله در میدان هوایی بگرام، طالبان خانه های مردم را سنگر ساختند. باشندگان ولسوالی بگرام پروان میگویند که طالبان برای تجلیل از نهم سنبله در میدان هوایی بگرام، خانه های غیر نظامیان در اطراف این میدان هوایی را به سنگر نظامی مبدل کردند. شمار از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان روز دوشنبه 7 سنبله در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان 4 روز پیش از فرارسیدن نهم سنبله، روز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، افرادشان را در بام خانه های آنان مستقر کردند. ساحات فامیلی ها، جان قدم و بعضی از روستاهای نزدیک به محوطه میدان هوایی بگرام از بخشهایی است که تاکنون طالبان در آنها مستقر شدند. طالبان قرار است از نهم سنبله، روز بیرون شدن نیروهای خارجی به رهبری امریکا از افغانستان، در محوطه پایگاه نظامی بگرام تجلیل کنند. طالبان مواد غذایی کمک شده به باشندگان پکتیکا را مفروشند. منابع محلی در پکتیکا میگویند که طالبان گندم و مواد غذایی کمک شده به مردم را در این ولایت در بازارها به فروش میرسانند. منابع محلی روز دوشنبه 7 سنبله میگویند که طالبان در برخی از ولسوالی های ولایت پکتیکا با ترفندهای مختلف مواد غذایی کمک شده جامعه جهانی را مفروشند. با گفته منابع محلی، طالبان در ولسوالی های پکتیکا لیست های افراد خودشان را تهیه کرده و به خانواده های بی بضاعت از نهادهای مددرسان مواد غذایی می گیرند و سپس آن را به قیمت ارزان در بازارها به فروش می رسانند. خبرهایی که مو را در بدن سیخ می کند. اول، ادامه کشتارها در پنجشیر. طالبان یک غیر نظامی را در دره عبدالداخل پس از شکنجه تیرباران کردند. منابع محلی از ولایت پنجشیر میگویند که طالبان شب گذشته خلیل الرحمن، باشنده دره عبدالداخل این ولایت را تیرباران کردند. با گزارش اسپوتنیک، منابع محلی در پنجشیر میگویند که طالبان یک غیر نظامی را در این ولایت پس از شکنجه تیرباران کردند. این رویداد حوالی ساعت 11 یکشنبه شب 6 سنبله در دره عبدالداخل ولسوالی دره ولایت پنجشیر به وقوع پیوسته است. با گفته منابع، این فرد که خلیل الرحمن نام داشت از جمله‌ای غیر نظامی بود که شنبه شب از دره عبدالداخل به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی از سوی طالبان بازداشت شدند. گفتنی است که دو شب پیش طالبان 30 غیر نظامی را از دره عبدالداخل ولسوالی دره بازداشت و شکنجه کردند. به دنبال این بازداشت ها، طالبان روز گذشته در نشست خطاب به مردم محل گفتند تا زمانی که فرمانده ملک فرماندهی پیشین این گروه که در حال حاضر به جبهه مقاومت پیوسته است، سلاح‌هایی را که با خود برده تسلیم نکند، بازداشت شدگان رها نخواهد شد. طالبان تاکنون در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. شماره 2، جوان در پکتیکا پدر پیرش را با ضرب چاقو کشت. پیش از این در رویداد مشابه حدود یک ماه قبل در ولایت فاریاب نیز جوان پدرش را کشت. به گزارش اسپوتنیک، منابع محلی در پکتیکا میگویند که یک جوان در این ولایت پدر کهنسالش را با ضرب چاقو به قتل رساندند. این رویداد یک شنبه شب 6 سنبله در مربوطات ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا رخ داده است. منابع محلی میگویند که این جوان پس از مشاجره لفظی با پدرش دست به چاقو برده و او را به قتل رسانده است.
مسئولان محلی طالبان در پکتیکا نیز وقوع این رویداد را تایید کرده و گفتند که عامل قتل محمد باقی نام دارد. تحلیل و یادداشت بسیار جالب از روزنامه 8 صبح کابل که شنیدنی و دیدنی است. تنوع قومی در افغانستان، تهدید یا فرصت، نویسنده ابو مسلم خراسانی. هرچند مفهوم ماهیت قوم و نژاد در جهان مدرن و خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم دچار تغییرات گسترده شد و حالا قوم از لحاظ جامعه شناختی بیشتر جنبه فرهنگی دارد تا نژادی، ولی کم و کان اهمیت خود را در دایره سیاست ها و پالیسی ها حفظ کرده و وزنه تأثیراتش هنوز برجستگی خود را در میان مؤلفه های اجتماعی تداوم بخشیده است. در جهان قدیم با وجود نقش پررنگ قومیت، جوامع دارای تنوع قومی و پلورالیسم نژادی کمتر بوده است. اما جهانی شدن مرزهای قومیت را شکسته و بشر را وارد عصر همسرنوشتی کرده است. انسانهای امروزی در دهکده جهانی زندگی میکنند و همسرنوشتند. ظهور جوامع چند قومی و پلورالیستی پدیده جهان معاصر و زایده حوادث متعدد جهانی است. عمدترین عوامل مهاجرت‌های گسترده تا قرون 19 و 20 و تأسیس دولت‌های تازه در جهان سوم به دنبال زوال نظام استعماری اروپایی و متعاقب جنگ جهانی دوم است. امروز جوامع اندک وجود دارند که چند قومیتی نباشند. عدم تجانس حاصل از این پدیده در این جوانب سوالات مهم را درباره سیاست‌های قومی مدرسه ساخته. چگونه گروه‌های قومی مختلف در سیاست و دیگر سازمان‌های عمده جای گیرند، چگونه نزاع‌های درون گروهی حل فصل شود، چگونه منابع اجتماعی بین این گروه‌ها تقسیم شود. افغانستان به عنوان یک کشور چند قومی با ساختار چند فرهنگی نمونه از جوامع چند قومی است که زاده استعمار در قرن 20 است. هرچند جغرافیای سیاسی آن خدمت درازدامن دارد، اما آنچه امروزه به نام افغانستان در دل آسیا جا خوش کرده است نتیجه مزبندی های سیاسی روسیه و بریتانیای کبیر است. برای همین توماس بارفیلد می‌نویسد: یکی از ویژگی های برجسته زندگی اجتماعی در افغانستان تقسیم بندی های محلی، قبیله‌ای و قومی در این کشور است. این افراد به ترتیب به قریه، قبیله و گروه های قومی خود وفادارند و همه آنها را تحت اصطلاح قوم می دانند. تاجک ها، پشتون ها، هزاره ها و ازبک ها از مهمترین اقوام ساکن هستند. با این پیش درآمد ذکر چند نکته مهم و اساسی به نظر می رسد. نخست این که قوم در افغانستان یک مسئله اساسی است که بخش از بحران موجود از آن به آب می خورد. اما همواره با جای این که این مسئله به گونه مدرن و منطقی حل و تنوع قومی و تکثر فرهنگی به عنوان فرصت دیده شود، صورت مسئله حذف و تنوع قومی و نگاه پلورالیستی به فرهنگ به مثابه تهدید تلقی می شود. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش.